بالاخره رسیدیم به بحث برخافت. میخوام از NaCl مذاب چطور مذاب شد با کاتالیزگر CaCl2، دمای ذوبو از 801 درجه به 587 درجه رسوندن و NaCl رو مذاب کردن. حالا میخوایم Na و Cl ازش بگیریم با استفاده از جریان برق. اگر چنین واکنشی بخواد انجام بشه، Na‌ای که اینجا ترکیب مثبت 1 و Cl‌ای که اینجا منفی 1، باید به Na 0 و Cl2 0 تبدیل بشن. بریم نیمه واکنش بنویسیم. Na مثبت به Na 0 تبدیل شده، مثبت بوده دیگه نیست، پس منفی تر شده، پس الکترون منفی رو گرفته. از اون طرف Cl منفی تبدیل به Cl2 0 شده، دیگه منفی نیست، پس الکترون های منفیش رو از دست داده. اونی که الکترون میگیره کاتوده یا آنوده؟ بله کاتوده، و در اون عمل کاهش صورت میگیره. و اونی که الکترون میده آنوده، که در آنود عمل اکسایش صورت میگیره. امکان داره، عرض کردم امکان داره، نه اینکه مطمئن باشم، شما شنیده باشین که در برقاف جای آنود و کاتود عوض میشه. این جمله بسیار غلطه. همیشه اونی که الکترون میده میگیره کاتوده، و اونی که الکترون میده آنوده، چه تو سلول های خود به خودی چه تو عمل برقاف. منتها اگر یادتون باشه هنگامی که واکنش خود به خودی بود، Na به Na مثبت تبدیل میشد، دوستاش مثبت بشه. در سلول های گالوانی یا ولتایی یا خود به خودی، اون عنصری که تمایل به الکترون دادن داره به میل خودش الکترون میده، و اونی که تمایل به گرفتن داره به میل خودش الکترون میگیره. اما در برخافت Na‌ای که همیشه دوستاش دهنده باشه، حالا داره به زور میگیره، و کلور که یک نافلز بود، همیشه دوست داشت الکترون بگیره، باید به زور جریان برق الکترون رو بده. ولی در کاتود و آنود ما اختلاف ایجاد نمیشه، گیرنده کاتوده، گیرنده به زور، و دهنده آنوده، منتها اینجا به زور داره الکترون میده. خب بریم ببینیم چطور این عمل رو انجام دادن. آقای دانز یه دستگاهی تعبیه کرد، یا به عبارت روی کاغذ کشید، توضیح داد که به این روش میتونه از NaCl Na جدا کنه، Cl جدا کنه، NaCl جدا رو به دست بیاره. البته این شکلی که من برای شما کامل خواهم کرد، در عمل در آزمایشگاه این اتفاق نیفتاد و آقای دانز مجبور شد در مقیاس صنعتی دستگاهش رو تغییر بده. ما اول بحث تئوری رو مطرح میکنیم، بعد دستگاه عملی رو هم برای شما رسم میکنیم. یه ظرف داریم که داخل این NaCl ریختیم، که برای اینکه شکل شلوغ نشه من این NaCl مذاب رو برای شما ننوشتم. در چه دوایی؟ دمای 587 درجه با کاتالیزگر CaCl2 که قبلا گفتیم. دو تا تیغه یا دو تا الکترود برداشتیم. فعلا بحث نظریه، اصلا به جنس اینا کار ندارم. فرض کنین جنسشون گرافیت یا کربن باشه، که اصلا نه تمایلی به گرفتن نه تمایلی به الکترون دادن داره، چون کربن گروه 4، ممکنه 4 مثبت یا بخواد 4 منفی بشه، تمایلی زیاد نه به گرفتن داره نه به الکترون دادن. به منبع جریان برق وصل کردیم، که میدونین اونی که بلندتر نشون داده میشه قطب مثبت و کوتاه قطب منفیه. دقت کنید، یادتونه بهتون گفتم تو سلولهای خود به خودی آنود منفی است، کاتود مثبت است. اینجا تا زمانی که جریان برق برقرار نشده، این تیغه ها نه نقش منفی و نه نقش مثبت دارن، نه آنودن و کاتودن. حالا به جریان برق وصل میکنیم. قطب منفی الکترون های منفی رو روانه این تیغه میکنه، تیغه سمت چپ منفی شد. تیغه‌ای که منفی شد چی رو به خودش جذب میکنه؟ هر چی مثبت تو این ظرفه. تو این ظرف چه چیز مثبتی وجود داشت؟ Na مثبت. Na مثبت جذب تیغه منفی میشن، به زور ازش الکترون‌های منفی که قرمز نشون دادم رو میگیرن، تبدیل به فلز Na میشن، میچسبن به این تیغه. تیغه رو بعدن جدا میکنن، Na رو از روش میتراشن و جدا میکنن. البته یادمون باشه این بس نظریه ها، نه در عمل. دقت کردین چه اتفاقی افتاد؟
NA تمایل به گرفتن الکترون نداره، دوست داره مثبت بشه. به زور قطب منفی الکترونای منفی رو هل دادن، چسبون بنده به NA مثبت، تبدیلش کردن به NA. خب در این تیغه قطب مثبت الکترون‌های منفی رو میکشه به سمت خودش. از کی الکترون‌های منفی رو میکشه؟ از کسی که الکترون منفی داشته باشه. کی الکترون منفی داره تو این ظرف؟ کی منفیه؟ Cl منفی. Cl منفی دوست نداره الکترون بده. به زور قطب مثبت الکتروناش میرن، الکتروناش جدا بشن، ازش چی میمونه؟ Cl2 گازی، گاز کلور، از اطراف این تیغه متساعد میشه. فکر میکردن این اتفاق میفته. قبل از اینکه بگیم چرا این اتفاق نمیفته، به نکته بسیار مهمی توجهتون رو جلب میکنم. در این تیغه عمل گرفتن داره صورت میگیره یا عمل الکترون دادن؟ میبینیم عمل گرفتن داره صورت میگیره. گفتیم چه تو خود به خودی ها، چه تو غیر خود به خودی ها، گرفتن الکترون در کجا صورت میگیره؟ کاتود. پس به این میگن تیغه کاتود. اینجا عمل الکترون دادن داره صورت میگیره. الکترون دادن در کجا همیشه صورت میگیره؟ در آنود. بعد به شما میگن یاد بگیر برخلاف سلول های خود به خودی در عمل برخکاف کاتود قطب منفی و آنود قطب مثبت است، که من با این جمله مشکل دارم و روی اسلاید بعدی این مشکل ادبیاتی رو حل میکنیم. حالا خدمتتون بگم چرا این روش روی کاغذ از لحاظ نظری با مشکل مواجه شد. آقای دانز دید هر کاری میکنه NA رو بکشه روی این تیغه، NA جمع میشن پایین ظرف، میچسبن پایین، چون NA فلزه، چگالیش زیاده، خیلی جذب این تیغه نمیشه و یه مقدارش که جذب میشه NA های دیگه‌ای که میخوان اینجا رسوب کنن دیگه فاصله شون با الکترونهای منفی زیاد میشه، جذبش نمیشن، میریزن پایین، پایین ظرف جمع میشن. برای این کار یه تغییری در ظرف ایجاد کرد. یادمون باشه که سدیممون میخواد به دیواره ظرف بچسبه. شکل رو دوباره نگاه کنید. اومد یه تغییر ایجاد داد. این منبع جریان برق و قطب منفی و مثبت. آنودمون همون آنود قبلیه. سیم رسانا رو به جایی که به یک تیغه‌ای به اسم کاتود وصل کنه به دیواره ظرف وصل کرد. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. جریان برق رو وصل میکنیم. در قطب مثبت که عمل الکترون کشیدن صورت میگیره، الکترونهای منفی رو از کی میکشه؟ از کسی که منفیه، از Cl منفی. الکترونها رو از دست میده، الکتروناش رفتن، چی میمونه؟ Cl2 خونسامون، گاز کلور، از اطراف این تیغه خارج شد. در این الکترود عمل الکترون دادن داره انجام میشه، پس این الکترود آنوده و یادمونم باشه که آنود سلول دانز یعنی این تیغه زرد رنگ از جنس گرافیت هست. اصل کار توی قطب منفی صورت میگیره. قطب منفی الکترون های منفی رو روانه میکنه. روانه کجا؟ چون سیم رسانا به دیواره ظرفه، روانه دیواره ظرف میکنه. دیواره و بدنه ظرف منفی شدن. یعنی اینجا هم شما منفی کف ظرف رو در نظر بگیرید، دیگه من این منفی رو نذاشتم که شکل شلوغ نشه. منفی ها کیا به خودشون جذب میکردن الکترون های منفی؟ NA مثبت رو. NA مثبت جذب دیواره ظرف میشه، الکترون های منفی رو میگیره، تبدیل به NA میشه. خب یادتونه گفتیم چگالی NA زیاده میخواد بیاد پایین؟ ما هم به دیواره ظرف وصل کردیم قطب منفی رو که منفی بشه، NA مثبت رو خوب جذب کنه. طبق اون کاری که ما انجام دادیم الان NA جذب دیواره ظرف شدن. دمای ظرف 587 درجه است. پس NA مذابه. اینجا یه شیر برای ظرف تعبیه کردن، شیر ظرف رو باز میکنن، NA مذاب رو از داخل این ظرف خارج میکنن. پس فقط به منظور این که NA پایین جمع میشد سیم رسانا رو به دیواره ظرف وصل کردن تا NA جذب دیواره ظرف بشه و راحت تر خارج بشه. میبینید که در این سمت عمل الکترون گرفتن داره صورت میگیره. کجا؟ رو دیواره ظرف. پس دیواره ظرف کاتوده و یادمون باشه در سلول دانز کاتود از جنس آهن هست.
بسیار خوب، این یک نمای کلی از سلول دانز بود. حالا من میخوام به شما بگم جمله هایی که در اسلاید قبلی گفتم مشکل داره رو بعد چجوری با هم اصلاحش کنیم. یک بار دیگه این شکل تصویر قبل رو دوباره براتون کشیدم با تمام مراحلی که بهتون نشون دادم. نوشتم در سلول های الکترولیتی کاتود و آنود چه قطبایی هستن؟ الان آنود گفتم برخلاف واقع میگن قطب مثبت است و میگن کاتود قطب منفی است. این درست نیست. من رو کلمه های است خط میزنم. ببینید گفتیم در سلول های خود به خودی آنود ذاتاً منفی است. وقتی تیغه رو میزنیم تو محلولش تیغه میشه منفی، حتی اگه به کاتودی وصل نباشه. کاتود ذاتاً مثبت است حتی اگر به آنودی وصل نباشه. اینجا اگر جریان برق نباشه اصلا کاتود و آنود معنی پیدا نمی کنن. در اثر انتقال الکترون ها و جریان برق آنود و کاتود معنی پیدا می کنن. منظورم اینه که وقتی در سلول های الکترولیتی غیر خود به خودی حرف از آنود و کاتود میشه به شکل نگاه نکنید. میگه آنود، بگین آنود میخواد چیکار کنه؟ آنود همیشه میخواد الکترون بده، منتها اینجا به زوره، خودش نمیخواد الکترون بده. یه نفر باید باشه که الکترونهای منفی رو ازش بکشه. اون قطبی که الکترون‌های منفی رو میکشه قطب چیه؟ قطب مثبت. نگید آنود قطب مثبت است. ببینید آنود به قطب مثبت وصل میشود که چی بشه؟ تا به زور به آن الکترون منفی بدهد. کسی که قرار نقش کاتود رو بازی کنه، شکل رو رها کنید، کاتود قرار الکترون رو چیکار کنه؟ بگیره. در عمل برخاف به زور باید الکترون منفی رو بگیره. از کی الکترون منفی رو به زور بگیره؟ از کسی که منفی داره. کی منفی داره؟ قطب منفی. نگین کاتود قطب منفی است. کاتود اون تیغه یا اون بدنه ظرف یا هر چیزیه که به قطب منفی وصل می شود. الان این کاتود ماست، دیواره ظرف، به قطب منفی وصل شده که چه اتفاقی براش بیفته؟ تا به زور از آن الکترون منفی رو بگیره. حالا دقت کنید، بازم آنود داره الکترون میده مثل خود به خودیا، کاتود داره الکترون میگیره. پس یادمون باشه وظیفه آنود الکترون دادنه، وظیفه کاتود الکترون گرفتنه، چه تو سلولای خود به خودی چه تو سلولای غیر خود به خودی. حالا اگه چند تا اسلاید بعدن فیلم رو برگردونین عقب میبینید متوجه اون کلمای است میشین. در خود به خودیا بازم تکرار میکنم که نیاز به این تکرار صد باره داره. در خود به خودیا آنود منفی است حتی اگه به کاتود وصل نباشه، کاتود مثبت است حتی اگه به آنود وصل نباشه. در برخافت آنود، فوری میگم آنود اونیه که میخواد الکترون رو بده، الکترون منفی رو به کی میدن؟ به قطب مثبت. آنود به قطب مثبت وصل میشود. تا به هم گفت کاتود، یه مکس میکنم میگم کاتود میخواد الکترون منفی رو بگیره، از کی بگیره؟ از قطب منفی. پس کاتود به قطب منفی وصل میشود تا به زور ازش الکترون منفی بگیرد. ولی این جمله ها رو ما ساختیم که شما خوب یاد بگیرین درسو. شما در کنکور چی باید بگین؟ در خود به خودیا که آنود منفی است کاتود مثبت است. متاسفانه باید بگیم یا اگر گفتن بپذیریم که در سلول های الکترولیتی که عمل برخافت غیر خود به خودی صورت میگیره باید بپذیریم آنود قطب مثبت است، کاتود قطب منفی است. پس تنها چیزی که عوض شد این لفظ منفی و مثبته و الا در هر دو، هم در خود به خودی هم در غیر خود به خودی، آنود نقش دهنده و کاتود نقش گیرنده الکترون رو بازی میکنن. یک بار دیگه سلول دانز رو تصور کنین. ما گفتیم برای اینکه این واکنش در سلول دانز انجام بشه برای ذوب کردن ناسیل 801 درجه سانتیگراد حرارت لازم داریم که با استفاده از کاتالیزگر سیاسیل 2 این حرارت رو به 587 درجه تقلیل میدیم. با این حال 587 درجه هم حرارت بسیار زیادیه. من یه راه دیگه پیشنهاد میدم. چرا ناسیل رو این همه حرارت بدیم ذوب کنیم، یه مقدار آب بریزیم تو این دستگاه، یعنی ناسیل رو حل کنیم. میدونین دیگه ناسیل ترکیب یونیه که در آب خوب حل میشه. اگر حل بشه Na مثبت و Cl منفی از هم جدا میشن توی محلول و به وسیله جریان برق و مبادله الکترون Na و Cl خنثی رو جدا میکنیم.
پس قرار ما میشد که الان میم NaCl آکیو رو برخافت کنیم. منتها یه مشکلی وجود داره. شما وقتی این ظرف رو به محلول تبدیل میکنی، دیگه توی ظرف فقط Na مثبت و Cl منفی نداری، چون آب خودش یون داره. درسته در فصل اسید و باز گفتیم که میزان یون های هاش مثبت و اوهاش منفی خیلی کمه، غلظتشون کمه، اما به هر حال فقط سیل منفی توی ظرف وجود نداره، اوهاش منفی هم داریم. وقتی جریان برق رو وصل میکنیم، قطب مثبت نه تنها از سیل منفی، از اوهاش منفی هم شروع میکنه الکترون ها رو کشیدن. در واقع بین یونهایی که من دارم با یونهای آب برای الکترون دادن رقابت در میگیره. من نمیدونم کدوم یون پیروز میشه. اگر سیل منفی پیروز بشه، گاز کلور از اینجا خارج میشه، اما اگر اوهاش منفی موفق بشه الکترون از دست بده، در درسهای بعدی معادلش رو کامل براتون مینویسم، گاز O2 به جای Cl2 خارج میشه. و همینطور در کاتود فقط Na مثبت نیست که جذب دیواره ظرف میشه و میخواد الکترونهای منفی رو بگیره، هاشای مثبت آبم ممکنه مجبور بشن الکترون بگیرن و هاش مثبت الکترون بگیره، به هاش دو تبدیل میشه و اینجا برای ما دردسر بیشتره. اگر Na مثبت تواناییش در گرفتن الکترون بیشتر باشه، فلز Na در میاد به حالت مذاب و من به هدفم میرسم. اما اگر هاش مثبت در رقابت برای الکترون گرفتن بر Na مثبت پیروز بشه، سدیم Na مثبت در ظرف باقی میمونه و گاز هیدروژن از اطراف کاتود متساعد میشه که این به درد من نمیخوره، نتونستم به Na برسم و واقعا الان من نمیدونم کدوم یون پیروز میشه. پس ما اگر میخوایم در هزینه صرفه جویی کنیم، حرارت زیادی ندیم، نمک رو ذوب نکنیم و برخافت محلول انجام بدیم، اول باید یک بررسی جامع انجام بدیم، ببینیم چه یونهایی از آب، از یونهای منفی آب و از یونهای مثبت آب شکست میخورن در رقابت برای مبادله الکترون و چه یونهایی بر یونهای آب پیروز میشن. اگر یونهامون بر آب پیروز میشدن که برخافت محلول انجام میدیم، اما اگر یونهامون از آب شکست بخورن، مجبوریم هزینه کنیم، هزینه ذوب کردن رو قبول کنیم تا اون یونهایی که مد نظر ماست، عنصر مورد نظر ما رو از ظرف خارج کنن. درس جلسه بعد ما همین کار هست. میخواییم ترکیبات محلول، نمک های محلول رو، برخافتش رو به شما یاد بدیم.